یافته های تحقیق علمی استادان دانشگاه ولایت هرات نشان می دهد که 100% باشندگان ولسوالی زندجان هرات بر اثر زمین لرزه دچار مشکلات روانی شدند و 20% از ساختمان های شهر هرات آسیب شدید دیدند. و باور آنان برای کنترل بحران پس از زلزله حکومت سیستم صحی و ساختمان سازی را تقویت کرده و پروگرام های آگاهی دهی درباره مدیریت بحران زلزله را در مکاتب دانشگاه ها اضافه نمایند. زمین لرزه های 2 ماه قبل در هرات، پنجمین زمین لرزه ثبت شده در تاریخ این ولایت باستانی. تحقیقات استادان دانشگاه هرات نشان میدهد که پلیت تکتونیکی در این ساحه فعال بوده، اما برای نخستین بار است که شدت آن از 6 ریشتر بالا رفته است. زمین لرزه که علاوه بر صدها کشته، خسارات هنگفته را بر مردم وارد ساخت. تصمیم گرفتیم که سلسله کنفرانس هایی را دایر بکنیم به در محور زلزله و خود زلزله از ابعاد مختلف از او، از نظر صحی، از نظر انجینیری، از نظر اجتماعی، از نظر اقتصادی و از ابعاد مختلفی که در پوانتون ایراد ما توانایی از او را داشتیم، میخواییم که در واکاوی بکنیم و او بررسی و ارزیابی بکنیم انشاءالله. بعد از زمین لرزه نخست در هرات، بازار شایعات مبنی بر وقوع زمین لرزه در صفحات مجازی گرم شد و این عمل اثرات مخربی بر روان مردم به خود زنان و اطفال گذاشته است. به گفته محققان دانشگاه هرات، تنها در ولسوالی زندجان 100% مردم دچار اختلالات روانی شدند. و از شایعات فیسبوکی جلوگیری بشه. بسیار مشکلات روانی که ما فعلا نام بردیم و مردم ما تا فعلا هم میتونه آزار ده یا تا مدت های طولانی، این شایعات فیسبوکی که قراره نمیفهم بر روز چه و تاریخ برج چند یک زلزله 10 رشته رو 8 رشته رو چند رشته بشه، در حالی که زلزله حتی با تکنولوژی های بسیار پیشرفته جهانی قابل پیش بینی نیست. از جانب دیگر این زمین لرزه زنگ خطر ساخت خانه و ساختمان های غیر معیاری را در هرات به صدا درآورد. نتایج تحقیق استادان دانشگاه هرات نشان می‌دهد که بر اثر زمین لرزه 20% ساختمان های شهر هرات غیر قابل سکونت گردیده است. به باور آنان خانه های گلی کنونی در مقابل زمین لرزه غیر مقاوم است. توصیه اینه که سعی کنن خانه خود استاندارد بسازن، به خاطر از اینکه این پلت ها بیدار شده، احتمال زلزله پیش بینی نمیشه، احتمال از این شای امکان داره به دوباره اتفاق بیفته، که پس همو مسائل ایمنی رو مراعات کنن. ساختمانی که میسازن ایر بررسی کنن ساختمان اینو مطابق با زلزله ساخته شده باشه. اگر در خانه هایی هم که زندگی میکنن، حالا ایر یک مطالعه ابتدایی نیاز داره، یک مطالعه انجام بدن. در همین حال استادان دانشگاه هرات میگویند برای کنترل بحران زلزله در ابعاد مختلف حکومت باید سیستم صحی، ساختمانسازی و رسانه‌ای را تقویت و نظارت کند. به باور استادان برای جلوگیری از وقوع چنین بحران‌ها پیرامون زمین لرزه و اثرات آن برای دانش آموزان و دانشجویان در مکاتب و دانشگاه ها تدریس گردد. یکی که در نصاب‌های تحصیلی مکتب و پانتون‌ها میتونه که این به حضور بگنجانه تا یک معلومات مردم در این مورد بالا بره، که متاسفانه در دروس مکتب و نه هم در پانتون ها فعلا ما همچون مواد درسی و همچون معلومات نداریم که اگر باشه میتونه که معلومات مردم بالا بره. و در قدم بعدی در مورد ذکر چی بحث ها و کارهای دیگه میتونه بشه، فراهم کردن امکانات برای کسایی که تحقیق میکنن. با این همه مقام های اداره محلی هرات نیز از تلاش هایشان برای آمادگی لازم برای کنترل بحران های چون زمین لرزه سخن میگویند. حکومت باید دیده ده پر یا ده طویل مدت یا ده وجود محلی پلانون و لاری سر دول پداسی وضعیت که دوی حالت شما دیریت که و کنترولی که هم در دول ده صحت پا برخه که هم در دول ده ساختمانون پا برخه که چه خلق ودانه جوری دی بندی خبر و سوازمور مشوره و غشتن داوه چه ده هرات ولایت که ده شاروالی و شار جوروونی ده هرات پوهنتون پا گرد بندی کار و که ده دیده پاره چه ودانه پا غمیاری شکل بندی جوری سی. گفتنی است که زمین لرزه های پی در پی در هرات علاوه بر تلفات جانی خسارات مالی سنگینی باشندگان این ولایت وارد کرده است، به طوری که آسیب دیدگان زمین لرزه با فرارستن زمستان نیازمند کمک های فوری اند.